این گناه بزرگ افتخار میکنیم. به زندان رفتن به خاطر آزادی افتخار میکنیم و به شهادت برای آزادی افتخار میکنیم. هموطنان، اشرف نشانها، یاران مقاومت، بزرگترین سرمایه گذاری سیاسی رژیم آخوندی در فرانسه و اروپا سوخت و دود شد. دسیسه ارتجاعی و استعماری برای از هم پاشاندن مقاومت در هم شکست. پرونده 17 ژوئن مزمحل شد و 10 سال همدستی مماشاتگران با فاشیسم مذهبی برای بستن راه تغییر در ایران به پایان رسید. حالا نوبت تضمین و حفاظت و سلامت مجاهدان اشرف و به رسمیت شناختن مقاومت مردم ایران برای تغییر رژیم ولایت فقیه است. قضات تحقیق پاریس حکم کردند که اتهام تروریسم در مورد مقاومت ایران، یعنی موضوع اصلی پرونده 17 ژوئن، باطل است. قضات تحقیق اعلام کردند که از 10 سال پیش نیز این اتهام هیچ مبنایی نداشته است. اصل موضوع درباره همه مقاومت و همه نفرات آن، از هواداران تا اعضا و مسئولان آن، این است که مقاومت ایران ربطی به تروریسم نداشته است. نه مقاومت فرانسه، نه دوگل، نه میتران و نه مقاومت ایران به رغم هر اتهامی هیچگاه ربطی به تروریسم نداشتند. مقاومت برای آزادی، مقاومت برای تغییر رژیم مشروع و حق و ضروری بوده و هست و خواهد بود تا روزی که بساط نظام ولایت فقیه را از سراسر ایران برچیند. ایران و بر قهرمانان ملت ایران در اشرف مبارک باد. این تحول از هر نظر پیروزی بزرگی برای مقاومت مردم ایران است. پیروزی بزرگی برای اشرف و پیروزی بزرگی برای عدالت و قانون و نشانه قاطع دیگری از اعتلای جنبش مقاومت ایران است. آری، جنبشی را که می‌خواستند نابودش کنند، از زیر بمباران اتهام‌ها و توطئه‌ها به مراتب مستحکم‌تر و قدرتمندتر قد برافراشته است.
همیهنان گرامی، سلام بر شما. در نخستین سالگرد کودتای 17 جوان، رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی تأکید کرد اگر مقاومت برای آزادی گناه است، ما به این گناه بزرگ افتخار میکنیم. به زندان رفتن به خاطر آزادی افتخار میکنیم و به شهادت برای آزادی افتخار میکنیم. رافارن نخست وزیر فرانسه در روز 17 جوان اعلام کرد سلسله عملیات پلیس سیستم عصبی مرکزی یک سازمان تروریستی را هدف قرار داده و منافع فرانسه در منحل شدن همه سیستم های پوشش دهنده تروریست هاست. در دومین سالگرد 17 جوان، شهرداران شهرهای استان والدواز و بیش از 100 هزار تن از مردم فرانسه در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد 17 جوان زد و بند با فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران را محکوم کردند و خواستار حمایت از مریم رجوی رهبر اپوزیسیون دموکراتیک ایران شدند. در سومین سالگرد 17 جوان، همسایگان اوور به اتفاق شهرداران یک بیانیه جدید با امضای 300 هزار تن از شهروندان فرانسوی را اعلام کردند. همزمان قضات مستقل دادگستری فرانسه به لغو کلیه محدودیت‌های رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران رأی دادند. در چهارمین سالگرد 17 جوان نیز 250 هزار شهروند فرانسوی در بیانیه عدالت برای مقاومت پایان دادن به بی‌عدالتی بزرگ علیه اپوزیسیون ایران را خواستار شدند و تأکید کردند راه حل بحران ایران همچنان که رهبر مخالف ایرانی مریم رجوی اعلام کرده است تغییر به دست مردم و مقاومت ایران می باشد. در چهارمین سال پس از 17 جوان، در 3 آبان 86 برابر با 21 نوامبر 2007، همزمان با صدور حکم دادگاه پاریس مبنی بر تبرئه 2 تن از مجاهدین از اتهامات مربوط به تحریک خودسوزی های بعد از 17 جوان 2003، خبرگزاری های فرانسه و رویتر خبر دادند که ژاک شیراک پس از احضار توسط قاضی تحقیق به خاطر اتهام هایی از جمله فساد مالی مورد پیگرد قضایی قرار گرفت و یک فرد تحت نظر اعلام شد. از این پیشتر دومینیک دوویلپن نخست وزیر شیراک نیز تحت پیگرد قرار گرفته و با ژاک شیراک ممنوع الملاقات شده بود. در پنجمین سالگرد و ششمین سال، زیرساخت‌های توطئه فرو ریخت و پرده‌ها کنار رفت. لیست‌های تروریستی انگلستان و اتحادیه اروپا که پایه‌های اتهامات دروغین برای حمله ننگین 17 جوان بود، با 3 حکم قاطع بالاترین دادگاه‌های انگلستان و 4 حکم تاریخی دادگاه عدالت اروپا از هم دریده شدند و به زباله‌دان تاریخ. سال 1387، سال ضربات سنگین و پیاپی بر زیر ساخت‌های توطئه و زد و بندهای فاشیسم مذهبی بود. 18 اردیبهشت 87، حکم قاطع و نهایی دادگاه تجدید نظر انگلستان. 3 تیر 87، اتفاق آرای مجلسین انگلستان و اعلام حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی توسط دولت این کشور. Those in another place, the prescribed organization's appeal commission ruled that that refusal was, and I quote, perverse, adding that it was, and I quote, flawed and must be set aside. The government's job, the government's duty to see that that reversal takes place. 14 آذر و 2 آبان 87، دومین و سومین حکم قاطع دادگاه عدالت اروپا برای لغو برچسب تروریست از مجاهدین. 2007-868 EC insofar as it concerns the People's Mujahideen Organization of Iran. 25 دی ماه 87، قطعنامه مهم و سرفصلی پارلمان اروپا که از جمله شورای وزیران را به گردن گذاشتن به احکام دادگاه عدالت اروپا و حذف نام مجاهدین
از لیست تروریستی فراخواند. The West has gone out of its way to appease Tehran, even agreeing to their primary demand of disabling the main Iranian opposition movement, the People's Mujahideen of Iran, by placing them on the EU terror list. This must stop, President. و بالاخره هفته بهمن 1387 روز حذف رسمی نام مجاهدین از لیست تروریستی در اجلاس 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل. از سوی دیگر در ششمین سال شاهد کنار رفتن پرده از صحنه زد و بند ننگین و وطن فروشانه در تهران توسط شاهد این صحنه ژان کلود موریس سردبیر روزنامه ژورنال دو دیمانش بودیم، کسی که در جلسه مذاکرات دو ویلپن وزیر خارجه ژاک شیراک و کمال خرازی وزیر خارجه دیکتاتوری ولایت فقیه در تهران در وزارت خارجه رژیم حضور داشت و از نزدیک شاهد این زد و بند ننگین بود. توجه بینندگان را به قسمتی از این کتاب در فصل پرده کنار می رود از همین گزارش جلب می کنیم. در آستانه هفتمین سال گردش کودتای 17 جوان، دادگاه استیناف پاریس حکم براءت نهایی دو تن از وابستگان مقاومت ایران را صادر کرد و میخ دیگری بر تابوت توطئه رژیم آخوندی و دولت شیراک کوبیده شد. جمعه 11 جوان 2010 شعبه 11 دادگاه استیناف پاریس پس از 2 ماه و 9 روز شور و بررسی اسناد و مدارک و اظهارات شهود و دفاعیات وکلا با تأکید بر اینکه هیچ مدرک و دلیلی وجود ندارد که نشان دهد دو متهم دخالتی در جریان خودسوزی های روز 18 جوان 2003 داشته و یا تحریک به این اقدام کرده باشند به براءت آنها رأی داد. این حکم نقطه پایانی بود بر توطئه کسانی که تلاش می‌کردند با این پرونده سازی جای ظالم و قربانی را عوض کنند و بر نقش مسببان اصلی شهادت صدیقه مجاوری و ندا حسنی و درد و رنج سایر عبور کنندگان از آتش آن روزها سرپوش می‌گذارند. در هفتمین سال محاکمه معامله گر اصلی با رژیم ضد بشری آخوندی بسیار عبرت آموز بود. روز 8 آبان 86 ژاک شیراک رئیس جمهور پیشین فرانسه که حمله وحشیانه 17 جوان با تصمیم او صورت گرفته بود به دادگاه احضار شد. احضار توسط یک خانم قاضی فرانسوی به اتهام سوء استفاده از اموال عمومی صورت گرفت. این حکم قضایی به مهمترین خبر فرانسه و یکی از مهمترین خبرهای مهم اروپا تبدیل شد، چرا که در تاریخ فرانسه این نخستین بار است که یک رئیس جمهور پیشین به دادگاه احضار می شود. 3 روز پیش از آن نیز شارل پاسکوا وزیر کشور شیراک به خاطر شراکت در معامله قاچاق سلاح به یک کشور آفریقایی به 1 سال زندان قطعی و 100,000 یورو جریمه نقدی محکوم شد. و در 8th سالگرد سرانجام پیروزی عدالت و مقاومت چشم جهان را روشن کرد.
پلیدترین، سیاهترین، منفورترین و ناعادلانه‌ترین توطئه ارتجاعی و استعماری معاصر برای پایمالی حق مقاومت یک ملت برای آزادی با پایداری 8 سالی مجاهدین و مقاومت ایران شکست خورد و سرانجام عدالت بر زد و بند و جنایت و بر سیاست مماشات پیروز شد و قضات تحقیق حکم منع تعقیب و لغو اتهام تروریستی در پرونده 17 ژوئن را صادر کردند. دستگاه قضایی فرانسه نه تنها اذعان کرد که تحقیقات بطلان اتهام تروریسم را اثبات کرده است، بلکه اذعان دارد که از ابتدا نیز هیچ مبنایی برای این اتهام وجود نداشته است. علاوه بر این حکم قضایی تاریخی بر حقانیت و مشروعیت مقاومت سراسری ایران و ارتش آزادی بخش ملی ایران به عنوان مقاومت علیه ستم که در قانون حقوق بشر و شهروندی انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 به رسمیت شناخته شده است، مهر تایید زد. در نهمین سالگرد حقانیت مجاهدین و مقاومت تاریخی مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم مذهبی با 2 رأی تاریخی دیگر در دادگاه استیناف آمریکا و دیوان عدالت اروپا پرنورتر و شگفت‌انگیزتر از همیشه باز هم درخشید. ابتدا در 14 ژوئیه 2011 دیوان عدالت اروپا اعلام کرد، دادستان دیوان عدالت اروپا از قضات خواست که درخواست استیناف فرانسه برای نگهداری نام مجاهدین در لیست اروپا را مردود بشناسد و دولت فرانسه را به پرداخت هزینه محکوم کند. The court is in session. Conclusion de l'avocat général Madame Sharpstone dans l'affaire C2709 Pourvoi. République française contre People's Mujahideen Organization of Iran. Avocat général Sharpstone pense que la Cour devrait rejeter le pouvoir et condamner la République française aux dépenses. دولت وقت فرانسه پس از حذف نام مجاهدین از لیست اروپا از این جهت در تلاش برای لیست گذاری مجدد مجاهدین در اروپا پیش قدم شده و تقاضای استیناف کرده بود که بلکه بتواند به این وسیله پشتوانه‌ای برای پرونده رسوای کودتای 17 ژوئن دست و پا کند و از ذلت و رسوایی بسته شدن این پرونده برای خود جلوگیری کند. اما در آستانه نهمین سالگرد این حکم میخ محکم دیگری بر تابوت پرونده ننگین 17 ژوئن هم بود. اما از آن هم مهمتر حکم تاریخی دادگاه استیناف آمریکا بود که در آستانه نهمین سالگرد جنایت بزرگ 17 ژوئن در روز 12 خرداد 1391، اول ژوئن 2012، در فرازی پرشور و درخشان از کارزار مقاومت ایران برای درهم شکستن برچسب تروریستی به اتفاق آرای هیئت قضات صادر شد. قضات آمریکا ضمن سرزنش وزارت خارجه
به خاطر تعلل فاحش در بازبینی لیست‌گذاری مجاهدین تصریح کردند که در صورت ادامه تعلل پس از مهلت مقرر 4 ماهه دادگاه برادرنگ نام مجاهدین را از لیست خارج می کند و به این ترتیب البته که پرونده زد و بند ننگین 17 ژوئن هم در زمره تمامی توطئه‌های میلیاردی آخوندها به گور سپرده شده است. Les Moudjahidines du peuple, la principale force d'opposition au pouvoir iranien, vient d'être retirée de la liste des organisations terroristes. در دهمین سالگرد دیگر اثری از مرکز لشکر مختار نبود. لیست آمریکا که مبنا و مادر همه توطئه‌ها به ویژه توطئه سیاه 17 ژوئن بود، در 7 مهر 1391 در هم شکسته و به یمن پایداری اشرفیان و کارزار سهمگین و گسترده جهانی تحت هدایت رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران بند از بندش گسسته. بخش نهایی و تعیین کننده این نبرد نفسگیر که به کارزار صدروزه مشهور شد درست در 9 سالگرد کودتای ننگین و نافرجام 17 ژوئن از خرداد تا شهریور 91 جریان داشت. اما سرانجام نسل ایمان با اراده برآمده از انقلاب رهایی بخش مریم به یمن کارزار جهانی و بی‌وقفه پشتیبانان و حامیان مقاومت ایران به پیروزی رسید. برچسب ننگین و ظالمانه تروریستی در سالهای قبل با احکام متعدد دادگاه‌های انگلستان و اروپا و من جمله در اردیبهشت 90 با حکم تاریخی قضات فرانسه مبنی بر لغو اتهام تروریستی در پرونده 17 ژوئن و اذعان به حقانیت مقاومت ایران در برابر فاشیسم مذهبی حاکم فرو ریخته بود. اما حالا در 7 مهر 91 یعنی 4 ماه پس از صدور حکم مندیمس در دادگاه استیناف فدرال واشنگتن، وزیر خارجه آمریکا خروج نام پر افتخار سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست وزارت خارجه اعلام کرد و بدین سان پایه‌های پرونده 17 ژوئن نیز در زیر پای پایداران اشرفی و اشرف نشان در نوردیده و به شکل تاریخی به گور سپرده شد. 15 سال پیش این لیست‌گذاری در ظاهر یک ممنوعیت مالی و حقوقی بود، اما به سرعت انهدام تمام عیار جنبش مقاومت را پیش روی خود گذاشت. ابتدا با بمباران پایگاه‌های مجاهدین، سپس با طرح‌های متعدد برای تلاشی نرم سازمان مجاهدین و دست آخر با درخواست علنی برای انحلال آن. بر اثر این نامگذاری و ساخون‌ها که از پیکر ملت ایران بر زمین ریخت، صدیقه ها و نداها در آتش توطئه 17 ژوئن شعله ور شدند. در اشرف درشت قتل عام صورت گرفت و چه بسیار فرزندان مردم ایران که در اوین و گوهردشت یا زاهدان و اهواز و سنندج و یا زندان های دیگر بر سر دار رفتند. اما از هیچ کس صدای اعتراضی برنخواست. گویا که این سرنوشت تغییرناپذیر ملتی است که حق مخالفت و مقاومت از آن سلب شده بود. بله، این برچسب با 1000 رشته پیدا و ناپیدا به اساسی ترین منافع حفظ رژیم گره خورده بود، به منافع عظیم نفتی و تجاری، به مذاکره با آخوندها بر سر برنامه اتمی، به شانتاج و تهدید عملیات تروریستی آنها و به خواست همیشگی رژیم ولایت فقیه در قضایای عراق پس از جنگ و اشغال. به همین دلیل دیو سخت جانی بود که شکستن شیشه عمر آن محال می نمود.
به راستی گره کوری در تاریخ حرکت جامعه ایران به سوی آزادی بود. تلسمی که سرنوشت مردم را به بند کشیده بود و دینامیزم شومی برای کشتن امید به تغییر. با این همه مقاومت ملت ایران چگونه از این هفت خان گذشت و چگونه رسالت تاریخی خود را به انجام رساند؟ از این پیشتر مسعود گفته بود نیروی وجدان و مقاومت ملت ایران سرانجام پیروز می شود. بله، و این چنین پیروز شد. مجاهدین و فعالان مقاومت ایران آن را یک کودتای استعماری می نامند. عبارت کودتای ناگهانی را اولین بار در فردای 17 ژوئن مجله مشاهد سیاسی چاپ لندن به کار برد. فرانسویان در شگفتند که چرا بازپرس و بازجویان و مقامات دولت شیراک از نخست وزیر تا وزیر خارجه و مدیر اطلاعات مجاهدین و فعالان مقاومت ایران را به نحو چندشاوری در قضایای 17 ژوئن اینان با فرهنگ و کلمات رژیم آخوندی و وزارت منفور اطلاعات مورد عتاب و خطاب قرار می‌دهند. و ما در سالهای بعد ارتباطات برخی از این مقامات با رشوه‌های کلان شرکت‌های نفتی به خبر اول رسانه‌های فرانسه تبدیل می‌شود. سندیکای قضات که 7200 قاضی فرانسوی را نمایندگی می‌کند، داسرای ضد تروریستی را در این رابطه آلت دست توصیف می‌کند و سرفرود آوردن آن را در برابر مطامع سیاسی افشا و محکوم می‌کند. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و جامعه حقوق بشر فرانسه هشدار می‌دهد که دادگستری فرانسه نباید با رژیم ایران همکاری و همدستی کند. این تلویزیون ایتالیا است که برای نخستین بار اصطلاح مشعل‌های انسانی را درباره جان باختگان مقاومت ایران به کار می‌برد. کوریر دلا سرا از صدیقه و ندا تحت عنوان دو گرز آتشین نام می‌برد و می‌نویسند که آنان به عنوان اعتراض خودشان را آتش زدند و تبدیل به دو گرز آتشین شدند که بر سر توطئه ملایان فرود آمدند و آن را خونسا کردند. بسیاری از شخصیت‌های فرانسوی ابراز خجالت می‌کنند و می‌گویند که فرانسه یک معذرت‌خواهی اساسی به مردم و مقاومت ایران بدهکار است. La crise iranienne s'enflamme en Europe. L'homme qui a été secouru voulait s'immoler par le feu hier devant l'ambassade de France à Londres. Ses jours ne sont pas en danger. Comme des dizaines d'Iraniens, ils dénoncent une opération menée près de Paris contre les moudjahidines du peuple, les opposants iraniens. داستان حمله‌ای که رادیو فرانس انتر آن را قولاسا توصیف کرد. چه بود؟
ساعت 6 بامداد روز 27 خرداد 1382 در یک لشکرکشی زمینی که در تاریخ 30 سال گذشته فرانسه بی سابقه است، 16 سرویس فرانسوی با 1380 مأمور پلیس همراه با انبوه مأموران اطلاعات، 13 خانه پناهندگان سیاسی و خانواده‌های مقاومت ایران را مورد حمله قرار می‌دهند و 165 نفر از اعضای مقاومت و مجاهدین را دستگیر می‌کنند. تمرکز حمله بر روی اقامتگاه رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در اورسوواز و 3 خانه مجاور آن است. هلیکوپترها از هوا و قایق‌های مسلح از رودخانه اوواز در کنار اقامتگاه آماده ورود به صحنه هستند. خانه محل اقامت پدر و مادر رضایی های شهید، خانه های مادران شهیدان و پناهندگان ایرانی و همچنین محل اقامت دکتر منوچهر هزارخانی، روشنفکر برجسته ایرانی نیز در شمار همان 13 خانه مورد حمله است. هزارخانی در این زمان 69 سال است که محل اقامتش به اتهام تروریستی، اشغال و کتابخانه آن تخریب می شود. در اقامتگاه اورسوواز در خانه دکتر صالح رجوی همه چیز تخریب می شود و چیزی سالم نمی ماند. نوجوان او به اعتراض برمیخیزد که پدرش را با دستبند و چشم بسته به کجا میبرند. لحظاتی بعد دختر خردسال خود بر روی سیمانهای کف اتاق دراز کشیده و مأموری با پوتینهای خود بر روی گردن و گلوی وی فشار میآورد تا او را وادار به سکوت کنند. دختر خردسال در همین حال به پدرش دلداری میدهد که نگران وضعیت او نباشد. De la gendarmerie débarque le docteur Saleh Rajavi, frère du chef historique de l'organisation, Massoud Rajavi, et propriétaire du site d'Auvers-sur-Oise. L'homme, camouflé sous un manteau, est escorté jusqu'à la propriété, tandis que des CRS en sur cette image, le propriétaire des lieux, Saleh Rajavi, le frère du leader de l'organisation, Massoud Rajavi. Cette nouvelle opération de police n'aurait rien donné. دکتر صالح رجوی متخصص قلب در این زمان 67 سال است که نزدیک به 45 سال از عمر خود را در فرانسه به سر برده و دارای 7 تخصص و درجه علمی دکتر است. او برنده اولین جایزه تحقیقات علمی در زمینه استفاده از الکترونیک در بیماری‌های قلبی، دکترای تخصصی انتقال خون، متخصص بیماری‌های ریوی و سل، متخصص طب هوانوردی و فضانوردی، متخصص طب تربیت بدنی و ورزش، مسئول تدریس بالینی در دانشکده پزشکی پاریس، نویسنده رساله های تصحیح نارسایی های قلبی و برگزار کننده کنفرانس های علمی متعدد در اروپا و آسیا، از سوئد و چین و تونس تا یونان و هلند و پرتغال است. اینجا از اتاق کار و کتابخانه تا وان حمام و تاسیسات آب برق همه جا تخریب شدند.
زیر استخر هم یک حفاری اساسی صورت می‌گیرد تا شاید انواع سلاح پیدا شود. اصلا معلوم نیست که مامورین چرا به جای در از دیوار وارد می‌شوند. چرا درها را یکی پس از دیگری با انفجارات پیاپی در هم می‌شکنند. در آسمان و خبرنگارانی که از قبل توسط طراحان حمله مطلع و توجیه شدند به خوبی نشان می‌دهد که صحنه‌های فیلم برداری شده باید در جایی مورد مصرف و معامله سیاسی قرار بگیرد. اما در داخل اقامتگاه اورسورباز لحظاتی پس از حمله ناگهان غریب شعارهای مرگ بر حکومت آخوندی، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر خاتمی و مرگ بر رفسنجانی بالا می‌گیرد. آنگاه باتوم‌ها و مشت و لگد و تهدید با سلاح‌های از زامن خارج شده وارد صحنه می‌شوند. گاه 10 یا 15 نفر به ضرب و شتم یک مجاهد مشغولند. دست‌های بسیاری از دستگیر شدگان که با بندهای سیمی و پلاستیکی محکم از پشت بسته شده است تا ماها درد دارد یا بی‌حس است و آثار زخم هویداست. اهالی محل و همسایگان در شگفتند که چرا بعد از 22 سال به ناگهان بالاترین و بزرگترین مرکز تروریستی اروپا و فرانسه در کنار آنها کشف شده است و چرا تا به حال هیچ خبری از اینکه بالاترین ستاد عملیاتی در کنار آنهاست نبود. تمامی خودروها، اوراق هویت، مدارک شخصی، اسناد آرشیو و کتابخانه، مدارک پزشکی، اسناد قانونی، کامپیوترها و دفاتر یادداشت شخصی و چک و پول نقد ضبط می شود یا به یغما می رود. مراسم بازرسی و تفتیش و ضرب و شتم در داخل اقامتگاه 17 ساعت به طول می انجامد. دقیقاً از 6 بامداد تا 11 شب. سگ‌های آموزش دیده، آخرین دستگاه‌ها و تجهیزات ردیابی و اکیپ‌های مختلف ماموران تخصصی که سانتی‌متر به سانتی‌متر اقامتگاه را چک و بازدید و تخریب می‌کنند، از همه جا عکس و فیلم می‌گیرند. 17 ساعت به کار مشغولند. ابتدا متراژ تک تک اتاق‌ها و راهروها و سقف‌ها و کف‌ها اندازه‌گیری و ثبت می‌شود. و سپس همه جا سانتی متر به سانتی متر چک و بازرسی می شود و بسیاری نقاط نیز با بیل و کلنگ و دیلم و هیلتی تخریب می شود. افعاد یورش ناگهانی و دستگیری ها و احکام اخراج و تبعید های بعدی و کسانی که با دستبند به فرودگاه برده شده و به انگلستان و آلمان و ایتالیا و اتریش فرستاده شدند و همچنین حجم خرابی ها و تخریب نشان می دهد که هدف طراحان حمله همچنان که رئیس اطلاعات فرانسه به صراحت در مصاحبه خود در برابر خبرنگاران اذعان کرد متلاشی کردن و انهدام کامل مجاهدین است.
علاوه بر این گویا انتظار یک انبار عظیم از انواع اسلحه و مهمات را در این محل داشتند. لیبراسیون در 13 تیر ماه در این باره نوشت: قاضی بروگر به تنهایی درگیر این مسئله شده است، با این اقناع که یک زرادخانه به دست خواهد آورد، ولی از این که تنها یک سلاح و آن هم دارای جواز قانونی به دست آورده دچار سرخوردگی شده است. لیبراسیون می افزاید: تز آبسه تروریستی خطرناک علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و مریم رجوی با توجه به داده‌های به دست آمده لنگ می‌زند، به خصوص که گزارش دسته که در فیگارو منتشر شده است و گزارش دیگری که جزئیات کشفیات مالی پلیس و اطلاعات را برمی‌شمارد مؤید این امر است. طبق تحقیقات دسته این سازمان از پول حاصل از منابع غیرقانونی استفاده نمی‌کند. بخشی از درآمد از طریق جمع‌آوری کمک مالی از اشخاص و پناهندگان ایرانی تأمین می‌شود. بخش دیگری هم کمک‌های مالی اعضای خود این سازمان است. $9 million en liquide y ont été trouvés. Docteur Rajavi, l'un des responsables de l'organisation des Moudjahidines du peuple iranien. Depuis que les scellés ont été levés hier, l'organisation ouvre ses portes pour montrer l'état de la maison après la visite de la DSP mardi dernier. Un effort de transparence qui nous mène jusqu'au bureau personnel du Docteur Rajavi. رسانه ها از قراردادهای کلان اقتصادی و رفت آمد وزیر خارجه، وزیر تجارت و معاون کمپانی توتال به ایران در آستانه و روزهای پس از کودتای ننگین 17 ژوئن خبر دادند. مطبوعات فاش می کنند که حتی روز و زمان حمله را دویلپن وزیر خارجه شیراک از قبل با خرازی وزیر خارجه آخوند خاتمی در میان گذاشته و هماهنگ کرده بودند. در سالهای بعد ابعاد فضیحت به مناسبت‌های مختلف بیشتر روشن می‌شود و مطبوعات در این باره مقالات متعددی منتشر می‌کنند. سایت فرانسوی لید دو جوور در تاریخ 12 اردیبهشت 86 نوشت: استدلال بازپرس ژان لوئی بروگر این بود که مریم رجوی تهدیدی برای نظام سوغل جیشی جهانی به شمار می‌آید. وی خجالت کشید سخنی از قراردادهای توتال در ایران به میان بیاورد. چند روز قبل از عملیات جنجالی 17 ژوئن، توتال و شرکت نفت انگلیس بریتیش پترولیوم در رقابت برای قراردادی به مبلغ 2 میلیارد دلار برای استخراج منابع نفتی در بنگستان بودند. در تاریخ 22 ژوئن 2003، چند روز بعد از دستگیری‌های گسترده در اوور، شرکت توتال این قرارداد را به نام خود به ثبت رسید. بنابراین روابط عاشقانه میان دو دولت ایران و فرانسه 10 سال به طول انجامید به بهای چند مانور پست فطرتانه برای حفظ شرکت توتال در کشور آخوندها. آنچه که لید دو جوور تحت عنوان مانور پست فطرتانه به آن اشاره می کند و شامل زمین سازی هایی از قبیل سفر فرانسوا لوز وزیر تجارت خارجی فرانسه به تهران 1 ماه قبل از کودتای ننگین 17 ژوئن بود، چند روز بعد از این کودتا روشن‌تر می شود. در اول تیر 1382 روزنامه های رژیم اعلام کردند که توتال برنده مناقصه پارس 12 جنوبی شده است و این در حالی بود که بریتیش پترولیوم انگلیسی بر مبنای مناقصه برنده بود. 2 هفته بعد کریستوفر دومارجری مسئول وقت بخش خاورمیانه توتال قرارداد 60% فاز 12 میدان گازی پارس جنوبی را امضا کرد. رئیس دفتر وقت نمایندگی توتال در تهران در جلسه خصوصی این نمایندگی گفت: بریتیش پترولیوم و توتال هر دو مبارزه می‌کردند برای فاز 11 و 12 که هر دو را بگیرند. بریتیش پترولیوم مجدداً قیمت پایین‌تری داد، ولی چون بنا به صلاح دید مقامات تصمیم گرفته بودند که فاز 12 را به توتال بدهند، به بریتیش پترولیوم داده نشد. یکی از رؤسای بانک‌های رژیم در فرانسه گفت:
دادن پروژه فاز 12 به توتال، امتیاز اقتصادی بزرگ ما به فرانسه در مقابل عملیات 27 خرداد 17 جوان علیه مخالفین ما بود. در یک نمونه دیگر، دو خبرنگار به نام کریستوف دولوار از لوپوان و کریستوف دوبوا از پاریزیان در کتابی با عنوان بنیادگرایان اسلامی از همکنون اینجا هستند به ماهیت عملیات ننگین 17 جوان اشاره می کنند. در فصلی به نام فرانسه به زد و بند متهم می شود، در صفحه 250 کتاب که در 4 مه 2004 در پاریس منتشر شد آمده است: موج دستگیری که در اورسوا صورت گرفت به عنوان یک پیش علامت مثبت به رژیم تهران تلقی گردید که از آن آشکارا استقبال نمود. فرانسه می‌خواهد یک جایگاه ردی اول در خاورمیانه بیاورد. عادی سازی روابط فرانسه و ایران بر توازن قضایی سنگینی می‌کند. در 27 آوریل 2004 دادستانی پاریس تصمیم می‌گیرد ادامه دهد و تحقیقات قضایی را می‌گشاید. آیا این یک تصادف است؟ چندین قرارداد درست قبل از آن توسط پاریس و تهران امضا شدند. در 21 آوریل توتال یک قرارداد بالغ بر 1.2 میلیارد دلار برای بهره برداری از حوزه گازی را برد. رنو یک بازار تولید 250 هزار خودرو در سال از 2006 به بعد و 500 هزار خودرو از 2008 به بعد را برد. بالاخره آلکاتل به عنوان شرکتی که تأسیسات جدید سیستم تلفنی کشور را برقرار می کند انتخاب گردید. در 2003 حجم تبادلات بین ایران و فرانسه 30% افزایش یافت. مخالفین ایرانی معتقدند قربانی این توافقات سیاسی سطح بالا شدند. آنها وجود یک گزارش داخلی رژیم ملاها را افشا کردند که حاکی از سفر یک هیئت وزارت اطلاعات ایران به فرانسه بین 12 تا 18 سپتامبر 2003 است. یک گزارش دیگر که از سوی شورای ملی مقاومت ایران افشا گردید، دیدار شماری از مسئولان ایران و مقامات عالی رتبه فرانسه را افشا می کند. یک چیز قطعی است: تهران حاضر به هر اقدامی هست تا این مخالفین را که در خارج مستقر هستند از میان بردارد. شیوه های مورد استفاده گاه به نسبت فشار احتمالی روی دادگستری فرانسه خشن‌تر هم بودند. سازمان مجاهدین خلق ایران جزء لیست سیاه ملاها قرار دارد. به گزارش دسته بین 1979 تا 1992 بیش از 9 مخالف در فرانسه به قتل رسیدند، چه با سلاح سرد و چه با گلوله 765 میلیمتری. در هر حال کار به صورت حرفه‌ای انجام شد. این دلیل تناقض عجیبی است که منجر به این شد که دهکده ایرانی اورسرواز تحت حفاظت مستمر ژاندارمری موبیل و ارژه قرار گیرد. سایت بخشش انفو در روز 13 مارس 2009 نوشت: در روز 17 جوان 2003 روز عملیات پلیسی در پاریس، شرکت توتال که کاندیدای بهره برداری از ذخایر نفتی بنگستان بود برای این کار انتخاب شد. و بالاخره 6 سال بعد رسوایی معامله با رژیم آخوندی به حدی رسید که در دسامبر 2009 شرکت توتال همکاری با رژیم در میدان گازی پارس جنوبی را متوقف کرد و کریستوفر دو مارجری مدیرعامل این شرکت به کثیف بودن رابطه با رژیم اعتراف کرد و در روز 14 آذر 1388 در مصاحبه با تایمز مالی گفت: در صورت همکاری با رژیم ایران، جهانیان میگویند توتال برای پول حاضر است دست به هر کاری بزن. در روز 25 مهر 1386
رادیو فرانس کلتور در گزارشی درباره خودسوزی سه سمپاتیزان مجاهدین در روزهای پس از 17 ژوئن گفت: برای فهم اقدام این سه سمپاتیزان مجاهدین بایستی به ماه آوریل 2003 بازگردیم. دومینیک دو ویلپن وزیر امور خارجه در یک دیدار رسمی از ایران به سر می‌برد. به این مناسبت قراردادهای کلانی به امضا می‌رسند با شرکت آلستوم برای متروی تهران، با پژو برای کارخانه و با توتال برای نفت. ملاها از گرم شدن روابط بین فرانسه و کشورشان ابراز خرسندی می‌کنند. دو ماه بعد در 17 ژوئن پناهندگان سیاسی ایرانی به طور گسترده در اورسرواز و حوالی آن دستگیر می‌شوند. در 15 تیر سال 1389 نیز روزنامه لیبراسیون در مورد نقش شرکت فرانسوی توتال و شرکایش در همدستی با حکومت نظامی میانمار مطلبی نوشت که شباهت بسیار زیادی به نقش توتال در همدستی با آخوندها برای کودتای 17 ژوئن دارد. روز 15 تیر 89 لیبراسیون نوشت: توتال و بانک بی ان پی متهم به همدستی با حکومت نظامی میانمار شدند. در گزارشی که یک سازمان غیر دولتی آمریکایی تایلندی منتشر کرد، شرکت فرانسوی توتال و شرکایش متهم به همدستی در قتل‌های سیاسی و کار اجباری با حکومت میانمار شدند. آنها روستاییان را مجبور به کار اجباری در جنگل‌های کشور کردند. در 10 سال اخیر شرکت‌های نفتی بالغ بر 9 میلیارد دلار در این کشور سود بردند. بانک فرانسوی بی ان پی تأمین کننده شرکت توتال برای پروژه هایش در برمه می باشد. مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت در 19 فروردین 1386 هنگام تشریح تلاش های رژیم آخوندی برای ادامه زد و بند با دولت ژاک شیراک و باز نگه داشتن پرونده مزمحل شده 17 ژوئن، به استمرار حراج میلیاردها دلاری ثروت مردم محروم ایران در این زد و بند اشاره کرد. کسانی که مسئله فرانسه آشنا هستن خیلی خوب میدونن که سیاست‌ها رو شرکت‌های بزرگ نفتی و کمپانی‌های بزرگ مالی تجاری تعیین می‌کنن. توتال و الف و شرکت‌های بزرگ این ایجاب می‌کنه رژیم ایران آخوندا تنها و مهمترین امتیازی که از فرانسوی‌ها می‌خوان اعمال فشار و محدودیت بر مقاومت ایران، بر شورای ملی مقاومت. من اینجا آماری دارم که وزارت خارجه خود رژیم داده. حجم معاملات بازرگانی رژیم و دولت فرانسه در فاصله سال 1999 تا سال 2006، یعنی طی 7 سال، حجم مبادلات بازرگانی بین دو کشور 3 برابر شده. یعنی از 1.4 میلیارد یورو رسیده به 4.2 میلیارد یورو تقریبا. یعنی تقریبا الان بیش از 5.5 میلیارد دلار. در سال 2006 حجم مبادلات بازرگانی رژیم به فرانسه 1 میلیارد یورو، یعنی 1.3 میلیارد دلار، در سال 2006 بیشتر از سال 2005 بوده. به نسبت سال 2001 که این پرونده شروع شده، حجم معاملات رژیم به فرانسه بیش از 2 برابر شده. حجم مبادلات برای بازرگانی برای کشور جا افتاده ای مثل دولت فرانسه، کشور فرانسه که یک کشور نوپایی در برابر شدن یا 3 برابر شدن حجم مبادلات با یک کشور، چیز بسیار عظیمیه، چیز بسیار بزرگیه. فرانسه از شریک 15-16 تجاری رژیم ایران تبدیل شده به نفرات اول، به طرف حسابای اول و دوم. به نظر میرسد که وزارت اطلاعات آخوندها در تبادل مستمر اطلاعاتی و امنیتی با دستگاه اطلاعات فرانسه علیه مجاهدین و مقاومت ایران بوده، توانسته است اطلاعات فرانسه را
نسبت به وجود یک زرادخانه مملو از انواع تسلیحات متقاعد. در بولتن داخلی وزارت اطلاعات با شماره و کدبندی 3726 ممیز دال که چند روز پس از 17 ژوئن در دوم تیر ماه 1382 منتشر شده است، تصریح می شود که عملیات علیه مجاهدین در فرانسه در نوع خود بی سابقه بوده و از 2.5 سال قبل توسط سرویس امنیت داخلی فرانسه DST برنامه ریزی شده و مراحل قضایی آن به تدریج پیش رفته است. مهمترین که جزئیات امر در جلسات تبادل توسط سرویس مذکور برای وزارت اطلاعات تشریح می شده است. همچنین بر اساس برنامه ریزی به عمل آمده، 16 نفر از اعضای اصلی منافقین در فرانسه به جرم مشارکت در اقدامات تروریستی محاکمه خواهند شد. در ابتدای بولتن داخلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خطاب به گیرندگان محترم آمده است. اخبار و گزارش‌های مندرج در بولتن خبرها و نظرها برای اطلاع جناب عالی است و با توجه به طبقه بندی حفاظتی غیر قابل انتشار می باشد. خواهشمند است از دسترسی اشخاص دیگر و همچنین درج اخبار آن در سایر بولتن‌ها بدون کسب مجوز از این وزارت خودداری فرمایید. به منظور رفع ابهام برخی از گیرندگان محترم خبرنامه به اطلاع می رساند اخباری که در ذیل عنوان آنها عبارت برای استهزار یا اطلاع قید شده فقط در خبرنامه گیرنده یا گیرندگان مزبور چاپ می شود و در خبرنامه سایر دریافت کنندگان درج نمی شود. وزارت اطلاعات. صفحات چهارم و پنجم بولتن داخلی وزارت اطلاعات آخوندها به تاریخ دوم تیر 1382 را با یکدیگر می‌خوانیم. دستگیری گسترده اعضا و هواداران منافقین در فرانسه. نیم تهران، خط تیر وزارت اطلاعات. در ساعات اولیه بامداد 27 خرداد 82 بیش از 165 تن از اعضا و هواداران منافقین در پایگاه های این گروهک در حومه شهر پاریس دستگیر شدند. عملیات گسترده بازرسی پایگاه ها و دستگیری عناصر منافقین بر اساس برنامه ریزی قبلی با دستور قضایی قاضی ژان بروگیر، قاضی ضد تروریسم فرانسه و به اتهام ارتباط جنایی با هدف آماده سازی اقدامات تروریستی و تأمین مالی یک فعالیت تروریستی با بهره‌گیری از حدود 1300 تن از اعضای پلیس ضد تروریسم و ژاندارمری فرانسه صورت گرفت. در نتیجه این عملیات گسترده که روی 13 پایگاه متعلق به این گروهک در حومه پاریس از جمله مقر اوورسورواز انجام شد، 165 تن از اعضا و هواداران منافقین بازداشت و مقادیری از مدارک و تجهیزات از جمله رایانه، دیش‌های ماهواره‌ای و تجهیزات اطلاع رسانی و ارتباطی و همچنین چند میلیون دلار کشف و ضبط شد. پلیس فرانسه گفته است که این عده در جریان جستجو برای یافتن 300 تن از اعضای منافقین بازداشت شدند. در این عملیات از 30 مترجم فارسی زبان برای برخورد با اعضا و هواداران استفاده شده است. ملاحظات. 1. خبر عملیات مذکور در روز سه‌شنبه 27 خرداد 82 انعکاس گسترده و قابل توجهی در رسانه‌های خارجی و داخلی داشته است و اخبار و گزارش‌های تصویری آن در شبکه‌های تلویزیونی الجزیره، اورونیوز، سی ان ان، دی بی سی، شبکه دوی تلویزیون فرانسه، شبکه ال سی ای فرانسه و سایت های بی بی سی، دیدگاه و خبرگزاری سوریه انتشار یافت است. 2. پخش برنامه سیمای آزادی، کانال ماهواره‌ای تلویزیون منافقین از ساعت 9 صبح 27 خرداد 82 تا لحظه تنظیم گزارش قطع بوده است. شایان ذکر است استودیوی تولید برنامه‌های سیمای آزادی در پاریس قرار دارد
که به طور طبیعی حمله پلیس به مقرهای منافقین موجب تعطیلی آن شده است و امکان ارسال برنامه برای شرکت ماهواره‌ای مستقر در انگلیس میسر نیست. 3. واکنش منافقین در وهله اول انعکاس خبر بسیار مختصر با عنوان حمله پلیس به هواداران سازمان در پاریس به نقل از سایت دیدگاه بود و پس از چند ساعت اطلاعیه‌ای را از سوی دبیرخانه شورای ملی مقاومت با مضمون غیرقانونی بودن اقدام، محکومیت اقدام پلیس و درخواست آزادی فوری و بدون قید و شرط افراد منتشر کردند. 4. همچنین منافقین با اعلام تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان کمیته بین المللی دفاع از پناهندگان ایرانی برای اعتراض به دستگیری افراد مذکور و درخواست آزادسازی آنها از کانال‌های مختلف فراخوان دادند. خط تیره انتشار محدود. 5. عملیات مذکور که در نوع خود بی سابقه است از بیش از 2.5 سال قبل توسط سرویس امنیت داخلی فرانسه دست برنامه ریزی شده و مراحل قضاییان به تدریج پیش رفته بود که جزئیات امر در جلسات تبادل توسط سرویس مذکور تشریح می شد. بر اساس برنامه ریزی به عمل آمده 16 نفر از اعضای اصلی منافقین در فرانسه به جرم مشارکت در اقدامات تروریستی محاکمه خواهند شد. اما ماهیت واقعی این حمله و تمامی توطئه‌های رژیم آخوندی علیه مجاهدین را رسانه‌های جهان بارها و بارها اعلام کردند. این شناخت در یک پاراگراف از روزنامه وال استریت خلاصه می شود وقتی در تاریخ 7 می 2008 در مطلبی به قلم مارک شامپیون می نویسد: مقامات ایرانی سال هاست که سرکوب سازمان مجاهدین را به یک اولویت در مذاکراتشان بر سر مسئله هسته‌ای یا موضوعات دیگر با کشورهای غربی تبدیل کردند. این موضوع بر اساس اظهارات چندین دیپلمات که درگیر در این گفتگوها بودند می باشد. به آخوندها و پاسداران دور و نزدیکشان می گویم که در تاراج و تجارت شما برنده اید، اما در قانون و عدالت ما برنده ایم. به تاراج دادن بیت المال ملت ایران و تجارت نفت و خون هیته شما و انصاف و قانون قلمرو ماست. مگر رئیس جمهور برگزیده مقاومت در این سالها در هر مناسبت و در هر اجتماعی درخواست برگزاری دادگاه نکرده است؟ مگر مریم در برابر هزاران نفر و در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها بارها با صدای بلند اعلام نکرده است که اگر مقاومت برای آزادی جرم است ما به آن افتخار می‌کنیم؟